درود فراوان بر شما. رسیدیم به مبحث موج، قسمتی که برای بچه‌های ریاضی و تجربی قابل استفاده است. میریم درسنامه رو با هم یه نگاهی میندازیم و مثالاشو بررسی میکنیم. میگه که هرگاه در ناحیه از یک محیط کشسان ارتعاشی به وجود بیاد، موجب پدید آمدن ارتعاش‌های متوالی در ناحیه‌های دیگه میشه که اصطلاحاً میگیم موج تولید شده. انواع موج‌ها از نظر ماهیت تولید یا مکانیکی‌ان یا الکترومغناطیسی‌ان. اونایی مکانیکی‌ان که برای انتشارشون نیاز به محیط مادی دارن، مثل موج‌هایی که در یک ریسمان در سطح یک مایع است، یا موج‌های صوتی. موج‌های الکترومغناطیسی، این امواج برای انتشارشون دیگه مثل موج‌های مکانیکی نیاز به محیط مادی ندارن، مثل امواج رادیویی، رادار، نور، پرتوهای ایکس، گاما که انواع و اقسام مختلفی دارن که حالا انشالله بهش میرسیم. اما انواع موج از نظر نحوه انتشار به دو دسته عرضی و طولی میتونن تقسیم بشن. موج‌های عرضی موج‌هایی هستن که وقتی موج تو محیط منتشر میشه، ذرات رو طوری به نوسان در میاره که راستای نوسان ذرات بر راستای انتشار موج عموده، مثل یه تنابی که بالا پایین میره، موج در طول تناب پیش روی میکنه. پس هر موقع راستای ارتعاش ذرات محیط بر راستای انتشار موج عمود بود، به این موج میگه موج عرضی. موج‌های طولی موج‌هایی هستن که راستای ارتعاش و انتشار موج بر هم منطبقن. یادتون باشه توی فیلمایی که قبلا تو برنامه قبلی داشتیم دیدید بچه‌ها، فنر رو جمع می‌کردیم، رها می‌کردیم، این باز و بسته شدن حلقه‌ها توی فنر موج طولی رو نشون می‌داد، مثل موج صوت. موج صوت هم به شکل طولی در هوا ایجاد میشه. مشخصات موج رو داریم. جبهه موج، ما وقتی که یه موج مثلا مثل موجی که در سطح یک مایع مثل آب هست میبینیم، یه جاهای فرو رفتگی که این خدشین ها فرو رفتگی ها هستن، یه جاهای برآمدگی داریم که اینها بهشون میگن برآمدگی ها رو ستیر و فرو رفتگی ها رو پاستیر. این برآمدگی ها تمام نقاط روی برآمدگی رو میگن یک جبهه موج، تمام نقاط روی یک فرو رفتگی رو میگن یک جبهه موج. پس تمام نقاط روی یک برآمدگی یا تمام نقاط روی یک فرو رفتگی رو جبهه موج میگن. طول موج، فاصله بین دو تا برآمدگی یا دو تا دره فرو رفتگی که پاستیغه، بهش میگن طول موج. فاصله هم هست و واحدش متره. تندی انتشار موج رو داریم. موج در یک محیط با تندی ثابت پیشروی میکنه، مگر اینکه جنس محیط یا مشخصات فیزیکی محیط تغییر کنه. بنابراین در یک محیط هر چند تا منبع موج یا چشمه موج داشته باشیم، همشون با یک تندی پیشروی میکنن. تندی انتشار موج در یک محیط ثابته. به عبارتی تندی انتشار موج در یک محیط فقط به جنس محیط و مشخصات فیزیکی محیط بستگی داره. حالا وقتی موج به اولین ذره محیط میرسه، ذره رو چکار میکنه؟ در جای خودش به ارتعاش. حواستون باشه بچه ها، موج هیچگاه ذرات محیط رو با خودش منتقل نمیکنه، فقط ذرات در جای خودشون به ارتعاش در میان. بنابراین وقتی موج به اولین ذره محیط میرسه، اون ذره اولین نوسان رو با عبور موج ایجاد بکنه، موج به اندازه یک لاندا پیشروی کرده. پس وقتی موج وارد محیط میشه و اولین ذره میرسه و اولین ذره یک ارتعاش کامل میکنه، یک نوسان کامل میکنه، موج ما به اندازه یک لاندا یعنی یک طول موج پیشروی میکنه. پس جابجایی موج در یک دوره هم توی محیط میتونیم طول موج بگیم. رابطه ای که برای تندی داریم، گفتیم تندی ثابته، تندی برابر با طول موج در تقسیم بر دوره، یعنی جابجایی موج در یه دوره، که جای یک تیوم اف بذاریم میتونیم بگیم تندی برابر با لاندا ضرب در اف. دو تا رابطه‌ای که خیلی خیلی استفاده میشه تو مبحث موج. خب عرضم حضور شما، ادامه میدیم. تندی انتشار موج گفتیم فقط به جنس محیط و مشخصات فیزیکی محیط بستگی داره.
مثلا در یک تار یا یک ریسمان اون موجی که میخواد انتشار پیدا کنه یکی به مقدار کشیدگی کشش تناب که یک محیط کشسانی بستگی داره و یکی دیگه مقدار جرم واحد طول که اونو به صورت چگاری خطی جرم کار میبرن. بنابراین برای یک موج عرضی که توی یک تناب ایجاد میشه رابطه تندی رو داریم رادیکال اف مو. این رابطه تندی فقط برای تندی ایجاد شده در یک تار یا یک ریسمان به کار میره. اف نیروی کششه، مو جرم خطی یا چگالی خطی جرم هست، نسبت جرم تار به طول تار. نسبت جرم تار به طول تار میشه چگالی خطی جرم. شکلای دیگه این رابطه داره بچه ها که معمولا تو تستا ازش استفاده میشه. مو رو گذاشیم M به L، L اومده بالا، F L به M، M جرم تاره، L طول تاره، نیروی کشش. بعد اومدیم به جای جرم چگالی و حجم رو نوشتیم که ساده کردیم، شده تندیمون میشه F نیروی کشش تقسیم بر رو چگالی ضرب در A سطح مقطع تار. و یکی دیگه هم قطر تار رو اگه با دی نشون بدیم، دو دیوم رادیکال اف رو پی، این مال وقتی که قطر مطرح شده باشه، این مال وقتی که چگالی با سطح مقطع مطرح شده و اینم موقعی که نیرو جرم و طول تار مطرح شده باشه. هر موج حامل انرژیه، مقدار متوسطه آهنگ انتقال انرژی در یک موج با مجذور دامنه و مجذور بسامد موج یا ذرات محیط بستگی داره. خب یه اشاره خیلی ساده شد به موج و بریم سراغ پرسشامون. سوال اول میگه که وقتی یک بخش کوچکی از محیط کشسان را به نوسان در میآوریم، ذرات محیط با دامنه و بسامدهای مختلف به ارتعاش در میان. خیر، وقتی موج وارد محیط میشه ذرات محیط رو منتقل نمیکنه، فقط ذرات در جای خودشون با یک دامنه و یک بسامد مشخص، همه ذرات دامنه یکسان و بسامد مشخص دارن. پس این گزینه غلطه چون گفته دامنه و بسامد مختلف. ذرات محیط همراه موج انرژی مکانیک رو، ذرات محیط اصلا منتقل نمیشن، ولی موج الکترومکانیکی ما، موج مکانیکی ما اون انرژی رو که داره چکار میکنه؟ انتقال میده. ذرات محیط با دامنه و بسامد یکسان تندی انتشار موج رو در محیط افزایش میدن. دامنه و بسامد یکسان هم، ولی تندی افزایش پیدا نمیکنه. ذرات محیط با دامنه و بسامد یکسان ارتعاش میکنن و انرژیه که منتقل میشه نه ذرات. گزینه 4 گزینه صحیح هست. سوال 2، کدام مطلب در مورد یک موج صحیح هست؟ تندی انتشار موج با افزایش بسامد منبع موج افزایش میاد. گفتیم تندی فقط و فقط به جنس محیط، نه به دامنه و نه به بسامد بستگی داره. 2، طول موج فاصله بین یک ستیق و پاستیقه. گفتیم فاصله بین دو تا ستیق یا فاصله بین دو تا پاستیقه. پس این غلطه. موج مکانیکی فقط به شکل عرضی وجود داره. نه خیر، ما موجهای طولی هم داریم برای موجهای مکانیکی مثل موج صوتی. با افزایش دامنه موج در یک محیط تندی پیشروی موج ثابت. دامنه اصلا تأثیری نداره، بنابراین در یک محیط تندی همواره ثابته. پس دامنه رو تغییر بدیم، بسامد تغییر بدیم، رو تندی تأثیری نداره. گزینه 4 باز صحیح هست. سوالای کاملا مفهومی و معمولا بچه‌ها خیلی روی اینا حساسیت نشون میدن. شکل روبرو نمایش یک موج عرضی میبینید بچه‌ها. موج عرضی موج بود که راسته ارتعاش ذرات بر انتشار موج عمود بود. میگه نقاط آبه که از یک محیط هستن چه مطلب صحیحی داره؟ میگه اینا در یه جهت. ببینید بچه ها، وقتی موج داره پیش روی میکنه حواستون باشه پشت سر نقطه رو نگاه کنید، اگر قله از ذره میره بالا. پس وقتی موج داره به این سمت پیش میره نگاه کنید به این ذره، ذره پشت سرش اگر قله است این ذره داره میره بالا، اگر ذره پشت سرش دره، ببینید نقاط بعدی ازش گذشتن. پشت سر ذره رو نگاه کنید. چرا پشت سر؟ چون موج داره به این سمت پیش روی میکنه. پشت سر این دره است این پایین میره، پشت سر این قله است بالا میره. بنابراین
این دوتا ذره در خلاف جهت هم، یکی بالا میره یکی پایین. میگه دو نقطه آبه در یک جهت منتشر میشن، اصلا اینا منتشر نمیشن. جهت حرکت نقاط آبه در خلاف هم میباشن، بله این داره میره بالا این داره میره پایین. فاصله دو نقطه آبه برابر یک طول موج، ما گفتیم فاصله بین دوتا قله یا دوتا دره پس نیست. این خلاف تا اینجا گزینه دو درست بود. ارتعاش دو ذره آبه همراستای انتشار موجه، گفتیم راستای انتشار بر راستای ارتعاش ذرات عموده برای موجهای عرضی، پس همون گزینه دو صحیحه. و بریم سراغ سوال بعدی. میگه امواج عرضی با دامنه کم و تندی نیم متر بر ثانیه در سطح آب، پس تندی رو داده، منتشر میشن. اگه بسته آمد نوسان ذرات محیط 5 هرتز باشد، فاصله یک ستیق از پاس ستیق، ستیق قله بود درسته، پاس ستیق دره بود، پس فاصله یک قله تا یک دره، فاصله دو تا قله بود یه لاندا، فاصله یک قله تا یک دره میشه لاندا دوم، چقدره؟ پس با مشخص شدن تندی و بسته آمد میتونیم طول موج رو پیدا کنیم. بعد طول موج رو باید نصف کنیم، چرا؟ چون فاصله یه ستیق پاس ستیق از پاس ستیق به اندازه لاندا دو. خب با هم حلش کنیم. بچه داریم V برابر با لاندا F، پس لاندا میشه V F، لاندا برابر با V مون چند شد؟ شد نیم. اینم که 5 هرتز بود بچه ها، در دو ضرب کنید میشه 0.1 متر، یعنی لاندا مون میشه 10 سانتی متر، پس لاندا دوممون میشه 5 سانتی متر، یعنی فاصله یک ستیق از پاس ستیق 5 سانتی متره. پس این دوتا رو در دو ضرب کردم شده 0.1 دهم، 0.1 متر شده 10 سانتی متر، و اون فاصله که مورد نظر ماست میشه 5 سانتی متر. بریم گزینه ها رو چک کنیم. بله گزینه 1 جواب صحیح ما هست. سال بعدی، نقش دو موج عرضی آبه رو در یک محیط نشون داده، کدام مطلب صحیحه؟ خب دو موج عرضی آبه تو یک محیط هن بچه ها، حواسمون باشه، حواسمون به محیط باشه. وقتی میگی در یک محیطه، تندیاشون یکیه. میگه تندی انتشار موج آب بیشتر از تندیه، خب قطعا غلطه، چون هر دو در یک محیط هن، تندیشون یکیه. دوره موج ب بیشتر است، دوره موج آ بیشتر است، تندی و بسامد. پس گزینه 4 هم غلطه، چرا؟ چون دوباره باز تندی رو. بین این گزینه 2 و 3 ببینیم چیه. ببینید بچه ها، این موج ب یک نوسان رو نشون داده، ولی موج آ دو تا نوسان رو نشون داده. پس معلومه بسامد آ دو برابر بسامد ب، دورهش پس میشه نصف. خب پس گفته دوره ب بیشتره، دوره ب زمانش بیشتره، بسامدش کمتر، دورهش کمتر. آ بسامد بیشتر، دوره کمتر، پس گزینه 2 صحیحه. موج حاصل از یک چشمه موج در آب 1540 متر بر ثانیه است و در هوا 350 متر بر ثانیه. اگر طول موج این امواج در آب 11 متر باشه، طول موج آنها در هوا چقدره؟ عزیزان من دقت بکنن، وقتی موج از یه محیط وارد یه محیط میشه، اولین چیزی که همیشه ثابته بسته آمده. بسته آمد و دامنه جز ویژگی های چشمه موجن، همیشه تندی رو محیط مشخص میکنه و لاندا تابع اون بسته آمد و اون تندیه. پس یادمون بمونه، اینو یادداشت میکنیم که تندی فقط به ویژگی ها و مشخصات فیزیکی محیط بستگی داره. بسامد دامنه رو، بسامد و دامنه رو چشمه موج معلوم میکنه. طول موج هم تابع اون تندی و بسامده. بنابراین وقتی از یه محیط مثل آب وارد یه محیط مثل هوا میشه، بسامد ثابته. سرعت رو در آب داده، چون محیط چگال تریه متراکم تریه 1540 داده، ولی در هوا داده 350. با توجه به اینکه بسامد ثابته، طول موج رو در آب 11 متر، طول موج رو در هوا می‌خوایم. پس بریم با هم محاسبه رو انجام بدیم ببینیم چطوری حل میشه. گفتیم بسامد‌ها یکیه. لاندا یا وی برابر بود با لاندا ضرب در اف. اف برابر با چی میشه؟
وی تقسیم بر لاندا. درسته بچه ها؟ افاشون یکیه، اف یک با اف دو برابره. خب پس یعنی میشه وی یک به لاندا یک، وی دو به لاندا دو. اینو بگیریم برای آب، اینو بگیریم برای هوا. خودش گفته وی آب 1540، طول موجش هم 11. وی در هوا رو داده بود 350، لاندا دو رو میخواد. خب ببینیم چی کار میشه کرد. بچه ها هر دو اینها به 70 میخورن، این میشه 5، اینم به 70 بزنیم بچه ها میشه 1540 تقسیم یا 154، 2 7 14، درسته؟ 22، بله میشه 22. 22 هم با 11 میره میشه 2. پس 2 لاندا 2 برابر با 5، نتیجه میگیریم که لاندا 2 یعنی طول موج در هوا 2.5 متره. سرعتش که کمتره چون بسامد ثابته، و طول موجش هم باید کمتر باشه. طول موج در هوا باید 2.5 باشه. بریم گزینه ها رو چک کنیم با هم. بله گزینه 1 ما جواب صحیحمونه. و اما سوال بعدی گفته تار مرتعشی به طول 1 متر به جرم 5 گرم با نیروی 50 نیوتن کشیده شده، تندی انتشار موج رو در این تار که از نوع عرضیه میخواییم پیدا کنیم. طول رو داریم 1 متر، جرم تار رو داریم 5 گرم، نیروی کششش هم داریم 50 نیوتن. سرعتشو یا تندیشو میخواییم پیدا کنیم. بریم حالا انجام بدیم. وی برابر بود با رادیکال اف به مو یا اف ال به ام، تو این رو جدا جدا داده از این میرم. تندی برابر با اف مو شد 50 نیوتن، طول تار 1 متر بوده، اینا 5 گرم، یعنی 5 ضرب در 10 به توان منهای 3. این 5 با این 5 میره، وی مون به دست میاد، 10 به توان 4 میشه که میشه 100 متر بر ثانیه. بله خیلی ساده و راحت به دست اومد 100 متر بر ثانیه. میریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. بله گزینه 3 جواب صحیح ماست. سوال 8، مساحت مقطع یک سیم 1 میلی‌متر مربع، پس سطح مقطع رو داده 1 میلی‌متر، تندی انتشارم داده 25، چگالی این تار چند گرم بر سانتی متر مکعبه، فرض نیروی کشش تار از هر طرف 4 نیوتن. نیروی کشش تار از هر طرف 4 نیوتنه، حواستون باشه ما نمیتونیم تار رو از یه طرف بکشیم، حتما باید مثل فنر از دو طرف بکشیم. بنابراین نیروی کشش از هر طرف 4 نیوتن، گول نخورید که فکر کنید بعد 8 نیوتونه بذارید، از هر طرف 4 نیوتونه، نیروی کشش همون 4 نیوتن. پس نیرو F رو داریم، سطح مقطع هم به میلی متر مربع داریم و چگالی رو میخوایم پیدا کنیم. رابطه ای که داشتیم چی بود عزیزان؟ بله ویمون بود رادیکال F رو A، پس V رو داریم 25، بله F هم داریم 4 نیوتن، رو رو میخواییم. سطح مقطع رو داده بود 1 میلی‌متر مربع، 10 به توان منهای 3 به توان 2 میشه. خب بچه ها چی کار کنیم؟ 25 رو به توان 2 برسونیم، میشه 25 ضرب در 25. چرا؟ چون میخواییم رادیکال در بیاد. 4 رو ضرب در 10 به توان منهای 6. خب میشه چیکار کرد؟ جای رو عوض کرد، رو رو بیاریم این طرف، پس رو مساویه با 4 ضرب در 10 به توان 6، 25 ضرب در 25. چیکار کنیم بچه ها؟ این 1 میلیون یعنی 1000 ضرب در 1000، هر 1000 رو با 25 بزنیم یه 40 میمونه، اینم بزنم یه 40 میشه 1600، میشه 6400، ولی کیلوگرم بر متر مکعب میشه که از اینجا رو میشه 6.4 گرم بر سانتی متر مکعب. خب بریم به سمت صفحه نگاه کنیم ببینیم که جواب گزینمون کدوم درسته. بله گزینه 2 جواب صحیح ماست. سوال بعدی
میگه اگه بسامد ارتعاشات یک چشمه موج که در یک تار منتشر میشه 20% اضافه بشه و نیروی کشش تارم از هر طرف 21% اضافه بشه، مسافتی که تار در یک دوره طی میکنه چند درصد تغییر میکنه؟ گفته مسافتی که تار در یک دوره طی میکنه لانداست. حالا اینجا چی تغییر کرده؟ بسامد تغییر کرده، تندی اونم تغییر کرده. حالا میخوایم ببینیم که چقدر طول موجمون تغییر میکنه. گفته بود که بسامد تار رو چقدر اضافه کردیم، یعنی F2مون میشه F1 به علاوه 20% اضافه شده، پس میشه 2/10 F1 میشه 1/2 F1. اما گفته بود نیروی کشش تار رو از هر طرف 21، گفتم از هر طرف که میگه زیاد شما رو گمراه نکنه، از هر طرف گفته 21% اضافه میشه، پس نیروی کشش 21% داشتیم. V برابر بود با رادیکال F به مو، این که ثابته. خب پس نتیجه میگیریم V دو به V1 مساوی رادیکال F دو به F1، گفته 21% هم اضافه بشه، پس V دومون به V1 مساوی با میشه 1/21 F1. گرفتید چی شد بچه ها؟ 1/21 از کجا اومد؟ 100% رو که 1 گرفتم، 21% اضافه شده، شده 1/21 F1. ساده میشه اینجا V2 ما به V1مون در میاد 1/1 جذب میگه. تغییرات سرعتمون، تغییرات سرعتمون میشه V2 منهای V1، پس از اینجا تغییرات سرعتمون میشه چی؟ 1/10 V1. یعنی 10% هم چی اضافه میشه؟ به تندیمون اضافه میشه. خب حالا میریم سراغ چی؟ طول موج. چرا طول موج؟ چرا؟ چون گفتیم جابجایی موج در یه دوره به اندازه یه لانداست. خب V برابر بود با لاندا F، درسته بچه ها؟ پس لاندا میشه VF. خب گفتیم سرعت چقدر اضافه شد؟ 10% اضافه شد، یعنی میشه 1/1 V. بسامد شد 1/2 F. خب الان این که مال حالت قبلیه، این کس رو اگه نگاه کنی تقریبا برابر 1ه، تقریبا. حالا بریم گزینه ها رو چک کنیم ببینیم گزینه ها چی گفته. گفته 10% گزینه 1 که خب نیست، 10% تقریبا ثابت میمونه، 21% و 40. این تقریبا ثابت میمونه، تقریب چون آورده منطقی تره. البته اینجا میبینید که نسبت در اومده بود، براتون گفتم نسبتی که تقریبا مساوی یکه، پس گزینه 2 میتونه صحیح باشه، تقریبا تغییری نمیکنه. برای آنکه سوال بعدی، برای آنکه تندی انتشار موج در یک تار 20% اضافه بشه، چگالی خطی جرم تار رو 50% اضافه کنیم، به دامنه و بسامد چشمی موج هر یک 10% اضافه کنیم، طول تار را 2 برابر و نیروی کشش را 44% اضافه کنیم، چگالی خطی تار را 2 برابر و نیروی کشش را نصف کنیم. خب بریم یکی یکی بررسی کنیم. چگالی خطی تار اگه 50% اضافه بشه، یادتون باشه من فکر میکنم اگه پای تخت بنویسم یه خورده تمرکز شما روی بیان من بیشتر خواهد شد. بریم با هم نگاه کنیم. گزینه 1 گفته بود که من اول رابطه رو بنویسم، رادیکال F به مو، گفته 50% این اضافه بشه. خب 50% اضافه بشه یعنی میشه 1.5. 1/1.5 میشه چی؟ برعکسش کنید بچه ها، این 1.5 برابر بشه، یعنی 3/2 برابر، چون میاد توی صورت این 1.5 میشه 2/3. 2/3 زیر رادیکال خب نمیتونه 20% باشه، چون ما جذرم بگیریم 20% نیست. پس گزینه 1ش که گفته چگالی خطی جرم رو 50% ببریم بالا غلطه. اما گزینه 2 گفته به دامنه و بسامد چشمه موج هر کدوم 10% اضافه. گفتیم تندی نه به دامنه نه به بسامد بستگی نداره،
پس گزینه دومون هم غلطه. گزینه سه گفته طول تار را دو برابر میکنیم و نیروی کشش تار را 44% اضافه میکنیم. دوباره من رابطه رو مینویسم. نیروی کشش رو 44% اضافه کنیم میشه 1.44. خب مو هم که M به L بود. بچه ها نگاه کنید این موه. اینو دو برابر کنم پس اینم دو برابر میشه دیگه. وقتی طول تار رو دو برابر میکنید جرمم دو برابر میشه. پس این موه ثابت میمونه. این ثابت. خب 1.44 جذبش رو بگیرید میشه 1.2. پس 1.2 که بگیریم یعنی تغییرات وی ما این وی ما میشه، یعنی وی دو ما میشه نسبت به وی یک، تغییرات وی ما همون 20% میشه. پس گزینه 3 صحیحه. خب گزینه 4 هم گفته چگالی خطی تار رو دو برابر و نیروی کشش رو نصف کنیم. گفته اینو دو برابر اینو نصف کنیم، 1/2 میشه 1/4، 1/4 میشه 1/2، 20% نمیشه. پس گزینه 3 ما، عجب سوال قشنگی بود. گزینه 3 رو نگاه کنیم، گفته طول تار رو دو برابر کنیم جرم واحد یعنی چگالی خطی تار ما ثابت میمونه، نیروی کشش تار اونم 44% اضافه شده که میشه 20% به تندیمون اضافه میشه. بله بریم سراغ سوال بعدی که آخرین مثال برای شما عزیزانم. ما تمام تلاشمون این بوده که شما اون مطالبی رو که میخواید دوره شده باشه. بله سوالای خیلی خیلی پیچیده هم میشه، ولی ما نباید شما رو ناامید بکنیم. ما تمام تلاشمون اینه که توی همایش بعدی که 5 علاوه 1 بود، اون 1 ساعت آخر سعی کنیم یه خورده تستای سخت‌تر، ولی با همه این اوصاف تمام تلاش ما برای پوشش دادن به همه نوع دانش آموزه، چه دانش آموزانی که احساس میکنن خیلی مطالب رو بهش مسلط نیستن، دانش آموزان متوسط و دانش آموزانی که سطح بالا هستن. انشالله که ما تونسته باشیم نظر همه بچه ها رو جلب کرده باشیم. با همه این اوصاف شما میتونید به این مطالبی که ما گفتیم تکیه کنید و دوره خوبی رو از این مبحث در از فیزیک 12 برای این 3 فصل داشته باشید. خب سال بعدی گفته کدام گزینه صحیح نیست؟ مقدار متوسط انتقال انرژی در یک موج سینوسی با مربع دامنه و مربع بسامد. این که خب صحیحه، گفتیم انتقال انرژی متوسطش با مربع دامنه و بسامد متناسب. 2 مقدار متوسط انتقال انرژی در یک موج سینوسی مقدار انرژی تولید شده توسط چشم موج وابسته است. خب به مقدار انرژی که بستگی داره، چون انتقال یعنی ما توان رو میگیم انرژی در واحد زمان، پس به این وابسته است. مقدار متوسط انتقال انرژی در یک موج سینوسی با عکس مربع دامنه و مربع بسامد متناسب است، که خب این غلطه که جواب در اصل این سوال هست. بنابراین گزینه 3 جواب صحیح ما خواهد بود. عزیزان من، ما تلاشمون این بوده که شما هر چقدر بخواید مطلب رو از درس ما بگیرید. امیدوار هستیم که با پایان این نمایش که این مبحث 5 ساعته ما که بیش از 5 ساعت شده براتون انجام دادیم، تونسته باشه نظر شما عزیزان رو جلب کرده باشه. درود بر شما عزیزان خودم.